خب ببینیم سوال چی میگه. میگه چند مورد از عبارت های زیر در روی قانون پایستگی جرم صحیح است. الف در یک ظرف سربسته جرم کل مواد موجود در مقطع واکنش ثابت و بدون تغییر است. بچه ها کاملا درسته. نگاه کنید میگه یک ظرف سربسته داریم جرم کل مواد در مقطع واکنششون ثابت بوده. داره میگه قانون پایستگی جرم ثابت مونده. درسته. ببین میگه مجموع شماره مولکول‌ها مولکول‌های واکنش دهنده مجموع شماره مولکول‌های فرآورده‌ها برابر است یه واکنش معروف. من برات می‌نویسم که H2 به علاوه N2 به من میدهد NH3 که ضریب این برابر با 2 هست، ضریب این برابر با 3 هست. طبق این واکنش من اگر 3 تا مولکول H2 با یه دونه مولکول در واقع N2 داشته باشم، این ور 4 تا مولکول دارم، اون ور 2 تا مولکول چی به من میده؟ 2 تا مولکول NH3 میده. ببینید تعداد اتم ها برابر دو طرف واکنش، اما تعداد مولکول ها نمیتونه با هم برابر باشه. میتونه برابر هم باشه اما در مواردی که توی واکنش در واقع اتفاق بیفته، ولی معمولا برابر نمیشه. پس به اشتباهه. پی میگه مجموع جرم واکنش دهنده و مجموع جرم فرآورده ها برابر است. خب کاملا درسته، یه بیان دیگه از قانون پایستگی جرم. ت میگه که شمار اتم های هر عنصر در سوی معادله یکسان است. همین الان گفتم اینو کاملا درسته. سه مورد درست داریم. سوال گفته چند تاش صحیحی. خب سه مورد صحیح، جواب تستم گزینه دو میشه.